در جامعه کنون باوری در حال رشد است که بیان می کند ادامه تحصیل و رسیدن به درجات عالیه تحصیلی کاری بیهوده است و اگر به دنبال زندگی با رفاه و آسایش هستید باید به دنبال پول و ثروت و سرمایه و کسب و کار باشید نه به دنبال تحصیلات عالیه در حالی که در طول تاریخ یکی از راه های کسب دانش و ترقی در زندگی ادامه آموزش رسمی از طریق دانشگاه ها بوده است یافته ها نشان می دهد که تحصیلات دانشگاهی به طور کلی در ابعاد مختلف زندگی انسان تأثیر مثبت داشته است و به اهمیت و به نیست و تاثیرات مثبتی نیز در بعد اجتماعی خانوادگی شغلی و سایر زمینه ها نیز دارد. باید خاطر نشان کرد که تحصیلات و خصوص تحصیلات دانشگاهی اهمیت و تاثیر خاصی در زندگی هر فردی دارد. تاثیراتی همچون پیشرفت در آینده شغلی، شخصیتی و برقرار کردن ارتباط بهتر با دیگران که خود نیز باعث زمین سازی ایجاد یک کسب و کار و افزایش آیداد می گردد. دانشگاه ها شما را به بهتر فکر کردن تشویق می کنند و ذهن شما را آماده می کند که بهتر به مسائل پیرامونتان نگاه کنید و بهتر تصمیم بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم در مورد احمد خود تحصیل من فکر میکنم که ما در آموزهای دینی خودم در این مورد مورد خیلی زیادی داریم به عنوان نمونه مثلا خود پیغمبر اکرم میگه که به تعلیم ارسلتا یعنی من به خاطر آموزش دادن اصلا فرستاده شدم برگزیده شدم که به مردم آموزش بدم وقتی خداوند خودش پیغمبری را برمیگزونه که بیای و او به مردم آموزش بده نشان میده که بخش تعلیم و تربیت و تحصیل جایگاه خیلی ویژه و خاصی را داره در زندگی ما داره چون باور ما بر نسان چیزی که خداوند برای ما در نظر گرفته تاثیرات خیلی مستقیم در زندگی ما داره اگه شاخصه های رشد از شاخص های کلیدی رشد هر جامعه ای بخش تعلیم و تحصیل از او هست میزان رشد شاگردان درون اون مکاتب و همچنین پانتون ها و دانشگاه و مراکز تحصیلات عالی در قد که از شاخص های رشد است یعنی میزان موفقیت هر ملتی بستگی به تحصیل و تعلیم و تربیت از او جامعه دارد. جامعه که روی تعلیم و تربیت و تحصیل خودش سرمایه گذاری بیشتر نه به نتایج و موفقیت های بیشتری می ما نمونه هاش خود در دنیا داریم کشورهای خیلی مختلف دارن مثل سنگاپور، مالزی کشورهایی که الان به سطحی از توسعه رسیدن اینا در سالهای گذشته توجه فوق به بحث تعلیم و تربیت داشتن به بحث تحصیل داشتن شما ژاپن ببینید در بعد از جنگ جهانی دوم تغییرات خیلی زیاد آمد دلیل اصلیش هم توجه خیلی دقیق نا بخش آموزش و تعلیم و تربیت و تحصیل بود هر چند حالا متاسفانه این مسئله شکل گرفته که علاقه مندی به بخش تعلیم و تحصیل شاید در حال حاضر با توجه به شرایط که الان ما و شما هستیم کمتر شده باشه اما واقعا تعلیم و تربیت و همچنین تحصیل یک از راه های کلیدی رسیدن به موفقیت برای هر فرد است اگه کسی میخواد موفق باشه در هر زمینه بهتره که نسبت به اون زمینه آگاهی و علم کافی را داشته باشه دنیای امروز با دنیا گذشته تفاوت خیلی خاص خود داره شاید در گذشته کسی با تکیه بر مهارت خودش میتونست به یک جاهای خود برسانه. اما امروز تنها تکیه بر مهارت شاید نتونه بهش کمک کنه کرار از او بخش آگاهی و داشتن علم در دا اون زمینه ای که میخواد کار کنه واقعا ضروری و لازم شده این نکته قابل انکار نیست که تحصیلات تنها عامل موفقیت تضمینی نیست. تعداد زیادی از فارغ و تحصیلان بیکار در جامعه این را نشان می بسیاری بسیار از خانواده ها بدون در نظر گرفتن علایق فرزندان در وارد کردن آنها به دانشگاه رقابت می و هر کدام دوست دارند تا فرزندشان حتما داکتر و انجینیر شود. برای خیلی از افراد نیز تحصیلات تنها جنبه چشم و همچشمی و رقابت کرکرانه دارد که در این صورت اطلاف وقت، هزینه و انرژی است. تحصیلات بسیار بالا در زندگی تمام افراد کارساز نیست. این افراد باید همواره به دنبال استعدادها و افزایش توانایی ها و مهارت خود باشند. لازم نیست حتما با درجات بسیار بالا در تحصیلات دستیابید. تنها کافی است در زمینه ای که توانایی و علاقه دارید و بهترین شکل عمل کنید. باید توجه داشت که شخصیت و توانایی افراد متفاوت است و نمیتوان برای همه تحصیلات یکسان را تجویز کرد. تعداد کسایی که راههای را غیر از راههای تحصیل و تعلیم و یادگیری طی کردن و تانستن به موفقیت برسند واقعا اندک. شما کمتر نمونه ای می بینید که کسی بدون یادگیری یا بدون آموزش تانسته باشه به یک خوده خدا برسن. تکیه تنها بر تحصیل واقعا راه گوشان نیست که بگیم ما فقط و فقط بر تحصیل تکیه کنیم نه تحصیل در کنار خودش نیاز به مهارت داره ببینید وقتی شما داخل مراکز تحصیلات عالی و دانشگاه هستید تحصیل میکنید کتاب میخونید مطالعه میکنید مقاله میخونید در حقیقت فقط به دانسته های شما افزوده شده این دانسته ها اطلاعات است صرف اطلاعات است چیزی که الان گوگل توانمندی ای داره یعنی شما هر سوالی که ازش بپرسید هر زمینه‌ای که ازش سوال کنه و نیاز به اطلاع داشته باشید در اختیار شما قرار میده اما تکیه بر این داشتن اطلاعات و راهگشان است شما باید اطلاعات تبدیل یعنی دانسته های خودتون را تبدیل به فهم کنید این فهم باید بره تبدیل به کاربرد شود کاربرد از این میشه مهارت اینی نقطه است که شما رو به موفقیت میرسانه اگر صرف شما بر آن چیزی که فقط در درون کتاب ها هست تکیه بر ازو داشته باشید که به صورت تئوری فقط کار شود و فقط بخوانید در حقیقت شما دامنه اطلاعاتتون افسوده شده سطح اطلاعاتتون رفته بالا اما اگه تبدیل به فهم شود و بعد از او کاربرد تبدیل به کاربرد شود و شما بدونید که چطور از این در زندگیتان باید استفاده کنید و به کار بیاد او زمان است که تبدیل به یک مهارت میشه و شما رو میتونه به موفقیت برسونه آخرین تعریفی اگر از سواد مدیونسکو شما شنیده باشید میگن که و آدم با سواد او کسی است که از دانسته های خودش برای تغییر در زندگی خودش بتونه استفاده کنه یعنی تبدیل به کاربردش کنه در غیر از راست شما فقط یک سری دامنه اطلاعات اون افسوده افسویش پیدا کرده و شما نمیتونید به اون موفقیت برسید چرا چون موفقیت تنها دانستن نیست کاربرد از اوست که مهم است شما باید رو تبدیل به عمل کنید برید به سمت اجرا کردنش او زمان است که میتونید موفق شوید کسب تحصیلات تا حد قابل توجهی باعث موفقیت افراد در جامعه می شود چرا که راهی است برای کسب دانش تخصصی که اگر با مهارت های زندگی همراه شود فرد دارای دو بال برای پرواز خواهد شد ممکن است شما با کسب تحصیل و مدرک در مقطع بالاتر در شغل خود ارتقا یابید و درآمد بیشتری داشته باشید همچنین تحصیلات باعث می شود تا شما در حرفه خود تخصصی تر عمل کنید افرادی که تحصیلات بالاتری دارند از آزادی اجتماعی بیشتری در جامعه برخوردارند و احترام بیشتری نیز دریافت میکنند والدین تحصیل کرده آگاهی بیشتری در مورد تربیت فرزندان خود دارند و معمولا فرزندان تحصیل کرده نیز تحویل جامعه میدهند تحصیلات بالا در زندگی به معنای بهرهمندی از تمام فواید ذکر شده نیست در واقع شخصیت انسان ها به تحصیلات آنها بستگی ندارد اما می تواند برخی از ویژگی های مثبت را در افراد به وجود آورد در مورد استعداد ها بگم ببین خداوند برای همه ما شما استعداد های خاص خود دادم کتاب به نام کشف توانمندی ها از تامراس هست که دو میگه که خداوند به همه انسان ها 34 تا یا 35 تا استعداد داده و این هدیه ای الهی است به همه انسان ها اما در چهار یا پنج تاش این فرد نابغه هست این فرد نابغه هست و باید خودش تلاش کنه مأموریتش در زندگی این که خودش تلاش کنه و بره پیدا کنه که من در چه زمینه نابغه هستم در چه زمینه منحصر به فرد هستم هدیه است که خداوند به من داده برای شناسایی از این استعداد شما نیاز به آموزش دارید یعنی استعداد به تنهایی کارساز نیست باید شکوفا شود باید رشد کنه شما نیاز به آموزش دارید نیاز به کسی دارید که به شما کمک کنه که برسید به اون نقطه‌ای که بدونی چه استعدادی رو خداوند به شما داده و شما در اون بهترین هستید الان اگه شما یک خیاط را صحبت می‌کنید که خیلی ماهر هست در کار خودش آیا او در حوزه دیگه غیر از خیاطی میتونست بهتر باشه یا نباشه؟ سوال کلیدی اینجاست آیا او خودش واقعا تشخیص داده که من در حوزه خیاطی بهترین میتونم باشم؟ یا نه حوزه دیگه هم هست در زندگی از او که در او خیلی میتونه مؤثر تر از یک خیاط باشه شاید بر از او واقعا و علاقش به خیاطی دوخت و دوز خیلی زیاد هست و استعدادش در زمین است او در جای درست خودش قرار گرفته هیچ در او بحثی وجود نداره اما آیا جای دیگه هم هست که او فکر میکنه من در او بهتر هستم اصل گب اونجاست ما باید بگردیم پیدا کنیم اون نقطه ای را که در او بهترین هستیم و ای تحصیل است که به ما کمک میکنه تعلیم است به ما کمک میکنه آموزش است که به ما کمک میکنه که به اون نقطه برسیم ما منکر فعالیت های مهارتی نیستیم یعنی نمیگیم کس نباید خیاط باشه نجار باشه نه اما آیا اون نجار صرف دمو حدی که هست باید باشه یا نه خیلی بهتر از اون هم میتونست باشه اصل سوال اینجاست تحصیل به ما کمک میکنه که اینی رو پیدا کنیم که آیا من در این جایی که الان هستم اما جای واقعی من هست یا نه من باید در جای خیلی بهتر از این باشم او جایی که قرار است من باشم و میتونم خیلی موثرتر از آلی باشم اونجا کجاست من اگه علم بازاریابی را داشته باشم و یا خیاط با... با, همزمان که خیاط هستم و اما از اون طرف نسبت به علم بازاریابی هم تسلط داشته باشم مشتری بیشتری میتونم جذب کنم آید بیشتری میتونم برای خودم داشته باشم اگر به صورت حالا سنتی خیاطی رو یاد گرفتم اما الان اگر بروم روی بحث اکادمیک آکادمیک خیاطی بسم و روی مدل کار کنم من احتمالا در حوزه خودم بهتر میتونم باشم اگر از تکنولوژی بتونم استفاده کنم در حوزه خیلی راحتتر میتونم کار کنم اوایدم خیلی بیشتر میشم مشتری های خیلی بیشتری میتونم جذب کنم من نه تنها در این منطقه میتونم در کل جهان صادرات داشته باشم اینی است که مثلا در حوزه علم و دانش حاصل میشه یعنی شما با تحصیل با کسب علم و دانش میتونید تا این حوزه ها دست پیدا کنید همانطور که میدانید محیط دانشگاه جای بحث و تبادل نظر علمی و غیر علمی نیز هست از این رو کسانی که در چنین محیطی رشد می کنند، خواسته و ناخواسته از قدرت بیان بیشتری برخوردار می شوند به همین دلیل راحت تر می توانند با دیگر افراد جامعه ارتباط برقرار کنند و تعامل بیشتری با افراد دیگر جامعه داشته باشند محیط دانشگاه به صورتی است که انسان را وادار به تفکر می کند چرا که استادان از دانشجویان می خواهند در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کنند از این رو دانشجویان با انجام چنین تمرین هایی حضور ذهن خود را در رابطه با جواب دادن سوالات غیر منتظره بالا می برند چرا که دوست ندارند در یک جمع سی الا چل نفره و حتی بیشتر ضعیف دیده شوند همچنین در محیط دانشگاه قدرت تجزیه و تحلیل دانشجویان با توجه به محیطی که در آن به سر میبرند بالا می روید و این امر می تواند در زندگی روزمره شان نیز تأثیر گذار باشد چرا که همه ما در زندگی شخصی دچار مشکلات متعددی می شویم از این رو تجزیه و تحلیل مشکلات می تواند برای حل کردنشان بسیار موثر واقع شود محیط های آموزشی در مجموع محیط های مثبتی هستند یک از اون مثلا محیط خود دانشگاه است محیط دانشگاه واقعا محیط خیلی خوبی هست محیط یکی از آموزش جریان داره شما ارتباطات خیلی خوبی میتونید بگیرید با افراد مختلف از مناطق مختلف میتونید آشنا شوید هم سنفی های با رنگ ها و شکل های میتونید داشته باشید در همین کشور خود ما از مناطق مختلف میان با فرهنگ مختلف کنار هم قرار میگیرن در یک صنف اینا خودش واقعا هر کدوم از اینا میتونن به ما درس بده اما چیزی که مهم است من به عنوان محسل یا دانشجو هستم دیدگاه من خیلی مهم است اگر من نسبت به این موضوع دقیق باشم و محیط انچین محیط رو ببینم واقعا من میتونم بهترین بهره رو ببرم اما اگر من صرف فقط بیایم داخل محیط دانشگاه و بعد پس بروم از محیط دانشگاه برم چهار سال پنج سال شش سال زمان من رفته اما اون چیزی که من بعد یاد بگیرم واقعا یاد نگرفتم حالا متاسفانه شاید این موضوع شکل گرفته باشه چون در سالها متاسفانه خیلی بهتر شده که خیلی با محیط دانشگاه خیلی را سازگار نمیبینن خیلی سازنده نمیبینن دلیل اصلیش دید دیدگاه است که اونا خودشان دارن تفاوت دیدگاه است اگه من رشته تحصیل کنم و الان نمیتونم از او به درستی بهره برم شاید رشته ای که من انتخاب کردم برای تعلیم و تحصیل رشته مناسب برای من نبوده من و بخش واقعا استعداد خوبی ندارم مگر نه غیر ممکن است شما مثلا بعد از مدتی برید برای تحصیل این و از اون چیش استفاده نتونید قطعا شما میتونید استفاده کنید شاید اونو اشت... من در انتخاب رشته اشتباهی کرده باشم یا نه من قدر زمان نمیدانم و چهار سال از زمانم در محیط آکادمیک میگذره اما من اینمیر میره قدر نمیدونم من انسانهای مختلف رو میبینم اما اینه میره ارج نمیگذارم نمیبینم با اونا ارتباط خوب برقرار نمیکنم نمیرم ببینم چه فرهنگی دارن چه آداب و روسی میدارن و او چقدر میتونه در روابط من تأثیر بگذارم صرف فقط این زمان هست و میگذرد همه اینا به نظر من به خود محصل یا دانشجو و همچنین اساتید دانشگاه بستگی داره که چطور اونا بتونن محیط ریجات کنن حتی اگر شاگرد هست یا دانش آموز هست که چنین طرز تفکری داره با خلق یک محیط آموزشی جذاب بتونه را تعدیل کنه و بیاره به سمتی که واقعا ضرور هست و میتونه منفعت برای خود فرد و همچنین جامعه خودش داشته باشه. وقتی دانشجویان با یک سیستم جدید و فراگیر روبرو میشوند سعی می کنند خود را با شرایط جدید وفق دهند از این رو در برنامه ریزی درسی دقیق تر می شوند چرا که خودشان باید انتخاب واحد کنند به همین دلیل تمام برنامه های آینده خود را نیز لحاظ می کنند چنین برنامه ریزی هایی می تواند مدیریت افراد را نسبت به کارهایی که پیش رو دارند بیشتر کند از این رو اگر دانشجویی بخواهد در گذراندن دروس پیش رو موفق باشد باید یک برنامه ریزی منظم داشته باشد افرادی که دارای نظم کاری هستند می توانند بهتر پیشرفت کنند محیط دانشگاه باعث می شود دانشجویان با حس بزرگ شدن و داشتن اختیار بیشتر روبرو شوند از این رو چنین محیط هایی باعث رشد فکری افراد نیز می شود دانش آموزان برای گرفتن دیپلم مجبور هستند از یک سیستم آموزشی خاص در مدت زمان طولانی پیروی کنند تا بتوانند دیپلم دوازده خود را بگیرند یک نوجوان تا یک سن خاص مجبور است طبق چارچوبی که مدارس و مکاتب وضع کنند رفتار کند با این حساب وقتی دانش آموزان فارغ تحصیل می شوند یک حس موفقیت وظف ناپذیر را, را تجربه می کنند حال اگر شخصی با میل خودش به دانشگاه وارد شود پس از فارغ التحصیلی بیشک با حس موفقیت بیشتری روبرو خواهد شد چرا که کاری را به پایان رسانیده است که با اختیار کامل در آن ورود کرده بود از این رو خوشحالی دوچندانی نیز نصیبش می شود یک از واقعا خوبی هایش بحث همین استقلال است که فرد میتونه به مرور زمان کسب کنه ببینید شاگرد وقتی از مکتب فارغ شود در حقیقت هنوز وابستگی های خیلی جدی رو نسبت به خانواده خود همچنان دارد. اما وقتی میره مورد وارد محیط دانشگاه میشه یک محیط کاملا متفاوت و جدید رو اونجا میبینه و این کمک میکنه که کم کم او وابستگی که نسبت به فامیل داشت رفع شود نمونه های مختلف از دنیای واقعی رو اونجا میبینه اونجا شاگرد داره میبینه که به سختی در تلاش میکنه و خودش کار میکنه و هزینه تحصیل خودش میاره شاگرد میبینه که در یک حوزه دیگه در یک موفقیتی هست و شاگرد میبینه که نه مثل خود شاید باشه خیلی اهمیت نده از زمان برایش مهم نباشه همه اینها میتونه به او کمک کنه تا یک تصمیم دقیق تر بگیره چیزی که در محیط دانشگاه به نظر من خیلی مهم است و باید شکل بگیره باید شاگرد یا هم محصل به این قدرت نه که بتونه وضعیتها م... چی میگن وضعیت را تجزیه و تحلیل کنه و باید با توجه به ازو برای خودش تصمیم بگیره این محیط و آموزش در دا محیط دانشگاه شکل میگیره زمینش در مکتب خیلی کمتر هست در بیرون در غیر از محیط دانشگاه زمینش کم هست نمیگیم نیست ها کم هست اما در محیط آکادمیک و دانشگاه چنین زمینه فراهم می‌شود، چرا چون شما یک سری مطالب میگیرید میرید به سمت به سمت از یک کوچ کاربردی داره کاربرد از اون تبدیل میشه برای شما تجزیه و تحلیل و بعد با توجه به تجزیه و تحلیلی که شما از وضعیت انجام میدید برای خودتان تصمیم میگیریم این تصمیم گیری از آغاز استقلاله یعنی وقتی شما تصمیم میگیرید که این می رشته رو ادامه بدید قدرت استقلال و استدلال تا اینجا هست میتونید با استادتان صحبت کنید که رشته بر من خوب است میتونید با فامیلتان صحبت کنید که من به ای علاقه من هستم و این کار انجام میدم حتی اینجا اگر فامیلم فشار داشته باشه برای شما شما با دلایل منطقی چرا چون یک چرخی است چی میگن استدلال اینجا شکل گرفته و شما تانستید به این نتیجه برسید که این مسیری که من میخوایم بروم مسیر مسیر درستی است. بنابراین هر کسی دیگه اگه بخوای به نوع ایمان ایجاد کنه شما اینجا مقاومت نشان میدید میگید که نه من این مسیر که میخوایم بروم مثلا دقیقا استقلال اینجا یک داره شکل میگیره. و از طرف بحث اشتغال در محیط دانشگاه کم کم خود نشان میده یعنی شما در محیط مکتب کمتر شاگرد میونه که علاقه من باشه همزمان بازی که داره تحصیل میکنه برنجی هم کار کنه مگر اینکه مجبور باشه اما در محیط دانشگاه نه اونا واقعا علاقه من میشن همزمان بازی که دارن تحصیل میکنن بره کار کنن و کسب تجربه کنن اینا همش نشانه های استقلال ها و کمک میکنه به فرد یا به همون دانشجو که آرام آرام بره به سمت از که اگه استقلال درست و منطقی و واقعی را داشته باشه کلام آخرین که تحصیلات در زندگی هر فرد تأثیر بسزایی بس دارد و فرد را برای بهتر زندگی کردن آماده می کند. اما امروزه بهتر است در کنار تحصیلات مهارت های دیگر خود را هم همزمان با آن افزایش دهید تا بتوانید آینده بهتری داشته باشید.